هشدار اسماعیل خان به نیروهای دولتی به خانه مجاهدین به خاطر خلع وارد نشوید با سلام و وقت و امدین به خیر خوش آمدید به تلویزیون اینترنتی افغانستان مرکزی یا سنترال افغانستان امروز 18 آوریل سال 2021 میلادی و برابر با 29 همی حمل سال 1400 هجری شمسی است در این گزارش از هشدار اسماعیل خان به حکومت خواهیم گفت و البته از زور ازمایی وی و حضور صدها تن با سلاحهای مختلف نو در یک برنامه با حضور رسانه ها محمد اسماعیل خان یکی از فرماندهان پیشین جهادی در ولایت هرات در غرب کشور و نیروهای دولتی هشدار داده است که به خاطر خلح سلا به خانه های مجاهدین مراجعه نکنند تا با واکنش مواجه نشود او که امروز یک شنبه به سنوه حمل در جمع ده ها فرد مسلح غیرمسئول در خانهش صحبت میکرد گفت که نباید دوباره مجاهدین خلی سلا شود آقای اسماعیل خان با لحن تون گفت به نیروهای امنیتی این شهر میگویم که اینها یعنی مجاهدین مدافعان آزادی شهر هستند و دیگر به خانه هیچ یک از مجاهدین داخل نشوید و اگر داخل شدید با واکنش مواجه می شوید محمد اسماعیل خان از گروه طالبان می خواهد که دست از جنگ بردارند زیرا به گفته او طالبان به هیچ عنوان از گزینه های نظامی و پیروزی دست پیدا نمی کند او گفت که ما با طالبان می گوییم که اگر به قدرت رسیدن از طریق زور فکر می کنند ابر قدرت شرق در افغانستان را بدانید که چگونه شکست خورد طالبان به جز ویرانی افغانستان بدنامی و جربودن خارجه ها هیچ چیز نمی خواهند. طالبان به پروسه صلح باید بپیوندند. این فرمانده پیشین جهادی کشور هشدار می دهد که صلح که به جنگ نقطه پایان نگذارد اوزار در کشور پیچیده تر خواهد کرد. او گفت که ما از روند صلح واقعی و معنادار که عزت آبرو، شرف و امنیت تمام اقوام و ملیت ها را در بر میگیرد حمایت میکنیم از صلح ساختگی که جنگ بعدی به مراتب بدتر به وجود بیاید حمایت نمیکنیم او حضور نیروهای خارجی در افغانستان را بدون دستاورد دانسته و گفت که اکنون که نیروها از افغانستان خارج میشوند هیچ دستاوردی در راستای آبادی حکومتداری و امنیت وجود ندارد اسماعیل خان ابراز نگرانی کرد که خروج نیروهای خارجی از افغانستان این کشور را وارد یک جنگ بزرگتر می کند. او بار دیگر از حکومت موقت و انتقال اعلامی حمایت کرد و افزود که انتخابات باید پس از حکومت موقت و انتقالی برگزار شود این اظهارات در حال مطرح می شود که شب گذشته نیز صدها از هراتیان به مناسبت 29 حمل سال روزی ورود مجاهدین به شهر هرات دست به شلیک های هوایی زدند که در نتیجه 6 نفر از جمله یک دختر 8 ساله زخمی شدند پلیس هرات اعلام کرد که چند تن از افراد را به زن و اتهام که فیر کرده است و اسلحه غیر قانونی در نزدشان وجود دارد دستگیر کرده است از توجه و همراهتان جهان سپاس تا درود دیگر بدرود